الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بینندگان تلویزیون نور خانواده شریف و مسلمان کشور افغانستان ایران و تاجیکستان خواهران برادران گرانقدر جوانان نازنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز روز شنبه 23 ماه اپریل 2011 مسیحی برنامه دکتر یونس شو را خدمت شما تقدیم میکنم و من فرید یونس هستم و قسمی که در گذشته وعده کرده بودم امروز جناب دانشمند گرامی آقای داوود عابدی نماینده خاص امیر حزب اسلامی افغانستان در امور سیاسی افغانستان در امریکا و ملل متحد نماینده حزب اسلامی افغانستان در ایالات متحده امریکا و منشی صلح ایت حزب اسلامی افغانستان در سر تا سر جهان ما امروز جنابشان دعوت کردم و ما ازشان قلبا سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتن برای اینکه تا جایی که ما خبر شدم جناب آقای عابدی بر برنامه نمی رفتن و نمیرن با برنامه بی بی زورجان یوسف تشریف برده بودن و برنامه دوم است که آمدن و ما ازشان قلبا سپاسگزار هستم و افتخار از ماست فرصت بر من مهیا شد و ما ازشان کمال افتخار دارم که ما اینا را دعوت کردیم و اینا دعوت ما از لس آنجلس پذیرفتن و از راه بسیار دور 6 ساعت درایو آمدن تا اینجا که ما از جنابشان یک جهان تشکر میکنم تلفونا را من نمیگیرم برای اینکه صحبت ها بسیار زیاد است تلفونا را من نمیگیرم آقای عابدی از تشریف آوری شما و تلویزیون نور یک جهان تشکر میکنم تشکر میکنم شما دکتر صاحب محترم از دعوتتان موجودیتتان افتخار ماست خداوند شما را طول عمر بده و از اینکه شما و یک شخصیت عالم در اینجا موجود است در بین افغانی ما خوش است زنده باشین آقای عابدی شما به حیث نماینده حزب اسلامی در امریکا نماینده خاص مقام امارت حزب اسلامی در رابطه امور سیاسی در امریکا و ملل متحد و منشی هیئت صلح حزب اسلامی اول سوال که من از شما به اجازه خود شما دارم امی ما خبر شدم که شما یک شورای همبستگی صلح در امریکا تشکیل دادین اگر در این مورد بر ما یک ذره معلومات بدین که برای اینکه افغانستان در یک وضع بسیار خراب قرار داره و شما یکی از گروه های جهادی بودین از تنظیم های جهادی بودین که امی اشغال که ببخشید من عقیده خودم میگم پیش ما ایالات متحده امریکا افغانستان اشغال کرده و پیش ما یک اشغال است و شما یگانه گروپ بودین یا گروه بودین که امی اشغال نپذیرفتین و رئیس حزب اسلامی افغانستان و همراهانش اینا از صحنه برآمدن و تا امروز هم مبارزه میکنن و حال شما مشنیدم که در یک شورای همبستگی و صلح در امریکا تشکیل دادش اول دیگه لطف کنین مهربانی کنین در این مورد صحبت کنین تشکر میکنم دکتر سید محترم الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دکتر صاحب محترم قبل از اینکه سوال شما را جواب بدم طبق معمول به اجازه شما خواهش می‌کنم سلام و احترامات مقام مجاهد و گرامی امارت حزب اسلامی افغانستان انجینر صاحب حکمتیار اعضا ارکان و منصوبین حزب اسلامی افغانستان به همه هموطنان گرامی و سنگرداران خود در افغانستان تقدیم میکنم و علیکم السلام ثانیا دعا میکنیم که خداوند پاک روی شهدای جهاد و رفتگان افغان و سایر مسلمین شاد و آمین. پر برکت داشته باشه و همچنان شهادت برادرزاده انجینر صاحب حکمتیار حبیب الله شهاب که قمندان جهاد فیلی امروزی در نرخ ولایت وردک بود پری روز به شهادت رسیدن او را برای همه ملت عزیز افغان و فامیلای شهدا مبارکباد میگن فامیل انجینر صاحب حکمتیار
بازم بر وطن خود شهید دیگه تقدیم کرد که جوان 22 ساله 23 ساله بود و الحمدلله که به آرزوی خود رسید و شهادت نصیب شد. امیدوار هستیم ما همه رای ازیش و ادای گلگون کفن تعقیب بکنیم. ثانیاً خدمت شما برادر عزیز عرض بکنم که اشغال سرش بعدن صحبت میکنیم. در رابطه به شورای صلح و همبستگی حزب اسلامی افغانستان در امریکا عرض بکنم که فعالیت های ما نظر به شرایط و اوضاع سیاسی اختناق آوری که در امریکا حاکم شد بر یک مدت بتی شده بود و فعالیت های ما تقریبا ما و یک تعداد برادرای دیگه ادامه دادیم به کار خود. آله در این زمان بعد از یک مدت زمینه کار سیاسی پیدا شده و ما لازم دانستیم که کارا به اساس اصل اسلام که به شورا و امارت و اطاعت حکم میکنه، شورا از همه بالاتر است، باز امارت است، باز اطاعت، ما لازم دانستیم که یک شورای داشته باشیم تا در امورات صلح که در اینجا برش کار میکنیم با ما مشوره بکنن و ما با اونا مشوره بکنیم و از نظریات مستفید از اونا و دیگه بزرگای دین و منورین مثل شما و دیگه عزیزا مستفید شویم. به این اساس ما یک شورای شش نفری را ترتیب دادیم در مختلف ولایات امریکا تا هموطنان عزیز ما در صورت که خواسته باشن امورات حزب اسلامی را جویا شون، سوال کنن، همکاری بکنن، سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود بر از اونا برسنن، برشان زمینه کار مساعد شود. این برادرها عبارت از محترم عبدالواسع منصوری، برادر عزیز و مجاهد ما در نیویورک می باشند، استاد چراقا بیانزای، برادر عزیز ما که ما در بی ایریا تشریف دارند، استاد محمد زایر حسینی در آرزونا، در فینیکس آرزونا تشریف دارند، انجینیر صاحب کاظم جلالیار در سیاتل واشنگتن تشریف دارند و در این حال برادر عزیز ما قیام الدین طاهر در اورنج کاونتی کالیفرنیا تشریف دارند و ما خودم مسئول و رئیس از این شورا هستم و برادرای دیگه ما اعضای شورا هستند و نظریاتشان ما میشه مستفید میشیم و این را به خاطر که کارهای فعالیت های سیاسی حزب و فعالیت های سیاسی صلح ما انسجام بیفته به این خاطر ترتیب دادیم. شما کدام وبسایت یا یک رفرنس یا مخزه یک جایی که مثلا مردم به شما به تماس شوه یا تنها به یک تلفن اکتفا میکنین یا یک وبسایت است یا تارنماس یا چطور است که مردم به تماس شوه؟ ما یک وبسایت حزب اسلامی سه وبسایت رسمی فعلا داره که سه مرجع مختلف اونا نشرات دارن. یکی دیلی شهادت دات کام است که او روزنامه شهادت حزب اسلامی افغانستان که 43 سال از تشکیلش میشه در اونجا میتونن مراجعه بکنن و نظریات رسمی حزب ببینن. عقاب دات کام دیگه مرجعی است که هموطنان گرامی ما میتونن برن اونجا و نظریات ما و دیگرها رو ببینن و تنویر بلاگ دات کام همچنان دیگه وبسایت حزب است که نشر میشه. هر سه ازی در هر جایی که هموطنان ما بخواین میتونن اونجا برن و نظریات ما را مطلع شون است. عقاب.com، دیلی شهادت.com و تنویر.com. تنویر بلاگ.com. تنویر بلاگ.com. تشکر.